خب دوستان عزیز، سلام خدمت شما. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، 12 ظهر به وقت کالیفرنیا است، با آقای مهندس سهراب چمنارا هستیم. اجازه بدید بدون هیچ اتلاف وقتی میکروفون رو در اختیار ایشون قرار بدم و از ایشون بخوام که همونجوری که خودشون خواستن چند دقیقه صحبت کنن. وقتی که گفتن برید، ایشون به شوخی میگه سرود شاهنشاهی. خیلی هم از ما سوال کردن آقا چرا ایشون میگه سرود شاهنشاهی. گفتم به من چه، از خودشون بپرسید اگه دوست داشتن در این مورد صحبت کنن، اگه نه وقتی که خواستن ما اون اوپنینگ، ویدیو اوپنینگ رو میذاریم. توی اون فاصله با آقای دکتر نصر احمدی تماس میگیریم. آقای چمنارا خوش آمدید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید. درود بر شما. از کنم داشتم 10 دقیقه پیش به حرفای شما گوش میدادم در مورد آقای جولیانی و نیل گینگریچ و اینها، و این همه حرفی بوده که ما میزدیم. هیچ فرقی نمیکنه ایشان بشه سکرتری آف استیت. همونطوری که دیدید آقای ترامپ هم در موقع انتخابات خیلی حرفا میزد که روز اولی که بیاد سر کار برجام پاره میکنه، که گفت نه برجام سر جاش میمونه، گفت نمیدونم قرارداد پاریس لغو میکنه، گفت حالا یه خورده در اون چیز بکنه مال دیوار اینا. ببینید وضعیت ایران یه چیزی که دوستان و به اصطلاح اپوزیسیون و این طرف ها گوش نمیدن اینه که قبل از حتی آقای کیسنجر بیاد، سر الک داگلاس هیوم یک جمله مشهور داره که ما در خاورمیانه باید یک ایران استیبل داشته باشیم و یک عربستان پرقدرت. این حرف 50 سال پیشه، یعنی باید بالانس بین اینها باشه، که بعد وقتی کیسینجر آمد این بالانس نگه داشت که همیشه دعوا بینشون باشه تا اینکه بتونن اینا اسلحه بفروشن. ببخشید. حالا هیچ فرقی نمیکنه ترامپ بیاد یا اینکه هیلری کلینتون بشه، سیاست همینه. همونطور که عرض کردم اینها فقط میخوان یک وضعیتی در خاورمیانه باشه که این موشک بازی بکنن، این طرف هم بیان زده موشک به اون طرف بفروشن، اسلحه بفروشن و این پول نفت بره تو جیب همون افرادی که پرداخت کردن بابتش. ما باید به فکر خودمون باشیم و بدانیم که جنبش بعدی که در ایران اتفاق خواهد افتاد ما باید چیکار بکنیم. هر و حرف از این اپوزیسیون میزنند که چی سرنگونی رژیمون. این بود که از این بابت دکتر نصر احمدی از امور جوانیشان که اون دفعه قبل از کردم مدت ها پیش در مورد قانون اساسی تحقیق تحصیل و کتاب نوشتن، و ما به 10 سال پیش چون میرفتیم ایران و میآمدیم کار داشتیم و همین دلیل هم کتابام اون موقع به نام کاوه آهنگر بود، که کسی نگه که آقا این کتاب را تو نوشتی. با کارگرا، با همکارا، با مردم عادی که صحبت میکردیم همه حرف از یه میکنه بیعدالتی میکنن. عدالت هم این همه عدالتخانه که در قبل از مشروطه مردم میخواستن دنبال قانون، از انقلاب مشروطه اسم اصلیش انقلاب قانون اساسی بود. برای منم در تمام این طول مدت این سوال، دو تا سوالی که مطرح کردم همیشه مطرحه، و این برنامه متعلق به آقای دکتر نصر احمدیه و من امروز باشون صحبت کردم، گفتم اصلا اسم این برنامه رو یه چیزی بذاریم به نام اندیشکده یا اتاق فکر قانون اساسی و یک ترتیباتی بدیم، که چون من دیگه واقعا من حرفی برای زدن ندارم، چون همه حرفام زدم، کتاب هم نوشتم، گفتم آقا اینه. اون دفعه هم گفتم ما 10 سال پیش هر جایی که رفتیم برو بابا خدا پدرت بیامرز و از جمع بیرون آمدیم، گفتن نه اول باید رژیم بر سرنگون بشه بعد ما. این برای ما ملاقی دکتر نصر احمدی که زندگی چه گذاشته روی این کار. ایشان تا 10 سال پیش، تا سال 2007 تقریبا میشه گفت 100 تا برنامه تلویزیونی و رادیویی در تمام دنیا داشته، تقریبا همه هم میشناسنش، احتیاج به معرفی من نداره، تا اینکه برای آخرین بار سوم بهش
میخوان ترورش بکنن و این دفعه با سم میدن بهش و تقریبا تا پای مرگ میره، منتها از توی تابوت اون زنده بوده که میبرن. حالا نمیدونم خودش ممکنه موقع داستان بگه که زندش در میزنه که آقا من زندم نمردم، و گوش میده به اون افرادی که در موردش داشتن صحبت میکردن که بله بلای سرش آوردیم که دیگه بلند نمیشه. به هر حال بنده آقای دکتر نصر احمدی حدود یک سالی میشناسم. ایشان بعد از اینکه از بلند میشن و اینا چند تا دوست کنارشان میمونن، همین دوستای تکساسیشان هستن که اونها هم نمیدونم اونها باعث آشنایی من با ایشان شدن یا شما. به هر حال الان ایشان خودش هست و من و آقای سورپی و یه 7-8 تا دوستایی که در تکساس کارهای فیسبوک و ایمیل و ایناش انجام میدن، و ایشان با ایمیل هم کار نمی کنه. این ایمیل براشون بزنین، دوستای تکساسی براشون میخوانن ایمیل. برها به ایشان گفتم آقا اسم اینجا رو بذاریم اندیشکده قانون اساسی، و افراد که شما رو میشناسن و همه هم جزء بزرگان این اپوزیسیون یا افراد خیلی شناخته شده هستن، هر کدام بیان یه 10 دقیقه یه ربعی صحبت بکنن و بعد به عنوان افراد متخصص، چون اون افرادی که بخوان فحش بدن میتونن، من عرض کردم اگر میخواین فحشی یا بد و بیرایی بگیم بیاین تو فیسبوک و همونطوری که گفتن و من مثلا جواب شده دادم، ولی اون افرادی که میخوان بحث بکنن، بحث اینتلیجنت انجام بدن، یا 10 دقیقه یک رو 20 دقیقه من ازشان دعوت میکنم، تلفن آقای نصر احمدی هست، ایشان بیان با هم صحبت کنن و بعد بیان اول برنامه سن. ببینه آقای سوربی، این پروژه قانون اساسی مثل یک کشتی تایتانیک، کشتی بزرگ داره را میفته، ناخدا و سکانتارش این آقای دکتر نصر احمدیه، و یه افرادی مثل شما یا من یا این دوستانشان در تکساس، ما این کارکنان این کشتی هستیم که میایم، ایشان میخواد بره غذای بخوره اینا، ما یه صحبتی میتونیم بکنیم و بعد کار میدیم دست ایشان که بیاد در مورد قانون اساسی به طور جدی و خوب صحبت کنه. چون منم همه فکر میکنم تو در مورد قانون، من دارم چند تا پیشنهاد در مورد قانون اساسی داشتم که وقتی که اون افراد آمدن و این کشتی واقعا به حرکت افتاد و این اندیشکده‌ای که در فکرش هستیم به راه افتاد، در اون موقع شما خواهید دید که حتی خود من هم خواهم آمد و در مورد اون 9 ماده‌ای که در ایرانیان و متحد united.iranian.com اونجا من گذاشتم، حتی ممکنه با آقای نصر احمدی من بحث بکنم. این هدف ما سر اینه که ما بیایم در مورد قانون اساسی صحبت کنیم، و برای آماده کردن وضعیت در ایران همونطور که عرض کردم ما باید هویت برگردان بازنگری در قرآن بکنیم، و من دیگه حرفی ندارم. آخرین حرفم هم در مورد قرآن این بود که هر کسی راست میگه، در مورد اون 3 آیه به شما گفتم یادداشت کردم، بیاد صحبت کنه که من در یه برنامه جداگانه یا در همین برنامه ممکنه بیام جواب اونها رو بدم اگر حرفی داشته باشم. بنابراین این برنامه متعلق با آقای دکتر نصر احمدیه، و ایشان حالا روز دوشنبه یا چهارشنبه یا جمعه 1 ساعت در هفته تا سال 2020 که ما فکر میکنیم اون جنبش پیش خواهد آمد، صحبت خواهند کرد، و دیگه این برنامه ادامه پیدا میکنه و شما شروع برنامه این شکل خواهد شد که آقای سوربی میگه به اندیشکده قانون اساسی خوش آمدید، آقای ایکس یا خانم ایکس بفرمایید، و اون خانم ایکس و آقای ایکس میان یه 15 دقیقه صحبت میکنن، بعدش سرود یا اون ویدیوی قانون اساسی که علتش اینه که این شخص آقای خاتمی داره میگه که نظام جمهوری اسلامی چطوری اداره میشه، که این انقدر باید هر روز پخش بشه تا اینکه مردم بفهمن دردشان در جمهوری اسلامی چیه، که بعد از اون آقای دکتر نصر احمدی بیان صحبت کنن. حالا من از شما خداحافظی میکنم و شما
ویدیو یا سرود شاهنشاه یا هرچی اسمشه میخواید بذارید پخش کنید تا اینکه آقای دکتر نصر احمدی فرمایشاتشون رو شروع کنند. من ممنونم از شما، به امید دیدارتون. و پاسخ دوستان رو دادید که چرا گفتید سرود شاهنشاهی، امروز گفتید که سرود قانون اساسی، و همین لبخندایی هم که میزنید خودش خیلی معنی داره. و اما یه مثالی امروز دادید که حالا شما رو به سوالات بیشتری، شما گفتید این جنبش مثل کشتی تایتانیک، امیدوارم سرنوشت کشتی تایتانیک رو نه ندارد. ما کارکنان این جنبش میخواییم اوزار روبرا کنیم با هویت ایرانی و بازنگری در قرآن که اون یه کنار بزنیم. آهان، اوکی، متوجه شدید؟ حالا این جواب شماست. خلاصه بسیار ممنونم دوستان عزیز، از آقای چمنارا خداحافظی میکنیم و میریم به سراغ این ویدیویی که یک دقیقه دو دقیقه بیشتر نیست و توی یک دقیقه بله یک دقیقه توی این فاصله با آقای دکتر نصر احمدی خواهیم بود که درباره کتاب و قانون اساسی صحبت کنه. ممنونم از شما آقای چمنارا. خدا نگهدار. خب این از دوستمون آقای چمنارا. من منتظر بودم که دوستان اسکایپ آقای نصر احمدی رو هم درست کنن که ما با اسکایپ با ایشون باشیم، ولی توی هفته گذشته خیلی اونها کار کردن، فعالیت کردن، صفحه ها رو مرتب کردن، منظم کردن، خیلی هم دیگه نباید ازشون انتظار داشت، مثلا از افرادی که کارهای داوطلبانه انجام میدن. من همینجا ازشون تشکر میکنم. با ما باشید. مردم ما توجه داشته باشن که نظام ما بر اساس یک چارچوبه داره اداره میشه. چارچوبش قانون اساسی است که میثاق ملت ماست. چهار اصل در این قانون اساسی، اصل کلیدی است که در اصل آخر آمده هیچ کس حتی در بازنگری حق تغییرشو نداره. یک، اسلام. دو، ولایت فقیه. سه، جمهوریت نظام. چهار، مذهب رسمی کشور. این چهار اصل رو قانون اساسی گفته. هر کی بیاد مجلس، هر کی بیاد دولت، هر کی بیاد در نهادهای دیگه در این چارچوبه باید عمل کنه. مردم ما توجه داشته باشن. بله. خب ممنونم آقای چمنارا، لطف کردن این رو ادیت کردن، کوتاهش کردن برای تلویزیون. این کار جالبیه، این مدیریت همراه با دبیر بودن. میدیدید همیشه میگن مدیر و مدبر، هم باید مدیریت بلد باشی هم دبیر باشی بتونی اینا رو ردیف کنی، مرتب کنی. در صورت این کار قشنگی بود، ممنونم. و عکسایی هم که من یه دو سه تاشو می‌خواستم تو برنامه‌ام نشون بدم، شما نشون دادید توی این کلیپ. بریم کالیفرنیا سراغ آقای دکتر نصر احمدی. صفحه فیسبوک ایشون رو من نشون میدم تا بعد بریم صفحه جدیدشون. این رو من پاک کنم. آقای نصر احمدی سلام، به اتفاق دوستان بیننده و شنونده با شما هستیم. قبل از شما هم چند دقیقه‌ای با آقای مهندس سهراب چمنارا بودیم. بفرمایید این شما و این هم بینندگان. ضمناً یه سوالی الان از روزی که آقای ترامپ انتخاب شده از من کردن یکی دو بار، من گفتم باشه حتما میپرسم از آقای احمدی، اگه خواستید میتونید بگید امروز پاسخ نمیدم. راجع به انتخاب رئیس جمهور آینده آمریکا آقای دونالد ترامپ هست و نامه آقای رضا پهلوی به دونالد ترامپ، گفتم بپرسید نظرشون چیه. من ساکت میشم، برنامه مال شماست، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان. بفرمایید. سلام میکنم حضور همه بینندگان و شنوندگان و همیهنان گرامی و جناب آقای سوربی. خوشحالم که در گفتگوی با همیهنانم هستم. پرسشی رو که مطرح فرمودید، یک، من یک خارجی هستم، فقط ساکن امریکا، در هیچ جای جهان ملیتی ندارم الا ملیت کشورم که البته جمهوری اسلامی
در ارتباط با خانواده من که برادران من یکی دو نفرشون به ایران رفتن برای وضعیت ملک و املاک و زمین و باغ و همسرگزینی، اداره آمار اعلام کرده که از سوی جمهوری اسلامی نصر احمدی مرده است. اینو به آگاهی همیهنان گرامی برسونم که من هیچ جای جهان به اندازه نیم کف پا ملیتی در بیرون از مرز کشورم ندارم. تعلق خاطر من، روح من، روان من در اون کشوره. به همین جهت تلاشگر سربلندی و سعادت همیهنانم هستم. به حسب بوس و توان خودم دانشیدم که آموختم صرف و صرف به این خاطر، تا به حال هم خریده نشدم. به گمانم تا زنده هم باشم، مگر سرنگی، آمپولی، دوباره زهری در خوراک من بریزند من بیهوش باشم، بله مبلغی رو که پیشنهاد کنن بپذیرم. اما گمان نمی کنم در سخنرانی سال 1997 که اعلام شده بود رهبران سیاسی ایران پیرامون مسئله ایران گفتگو دارند و همه رهبران سیاسی و روشنفکران جمع شده بودند، 6 ماه پیشتر رادیوهای جهان، بی بی سی، وایس اف امریکا، همه رادیوها، رادیو فرانسه، دوچرله آلمان و دیگران گفته بودند نام سخنرانها رو اعلام کرده بودند به اضافه موضوع سخنرانی. اما شب سخنرانی که من اعلام شد که من خیلی هم براش گفتم، به رئیس رادیو فرانسه تلفن کردم که با من رفیق بود، گفت نه نه این برنامه قبلا بی بی سی اعلام کرده بود، وایس اف امریکا اعلام کرده بود رادیوها و ما چون فکس آمد ناچار شدیم فکس رو بخونیم. بنابراین من فردای اون روز رفتم به اون میادگاه. 4 سفیر جمهوری اسلامی بود، بیش از 2000 نفری از همه جا جمع شده بودند، 486 مجاهد بود، حدود 500 نفری جبهه ملی. سخنران هم کاغذهاشون سر میز و میکروفونهاشون آماده، اما یک بلندگون بالا گذاشته بودند. میدونستند نصر احمدی یک ایرانیست در هاروارد، سوربن، استنفورد، هر جای جهان مدرسه آکادمیک بخواد حرفی بزنه بدون کاغذه. هیچ کاغذی در دست من هرگز نداشتم از نوجوانی تا الان. آنجا اعلام کردن که گمان نمی کنم جاهای نفت لیبی، چون ناخالص ترین نفت جهانه، لیبی، ونزوئلا، امریکا، ایران، عربستان، عراق به اون مرحله برای خریدن نصر احمدی باشد. به گفته سعدی بزرگوار، موحد چون زر ریزیان در برش، چون شمشیر هندی نهی بر سرش. بر من همینم که در طبق اخلاص با دلم با جانم عنوان میکنم، امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون مردم تیوی، تلویزیون مردم، شنونده مطالب من باشند، حالا چه در نظر افتاد و چه بپسندند یا نپسندند. بر مطلب تنوان فرمودید منو به اونجا برد که من یک خارجی هستم، حق دخالت در مسئله امریکا رو ندارم مگر داشتن ملیت امریکا که من ندارم. پارسال به من اقامت دادن با 14 سال سرگردانی اطراف وقت که قضات هم بیشتر وکلا ایرانی سرپا اسرائیلی بودن، شاهد هستن، قضات هم یکی دو سال عوض می شدن، قاضی بلند می شد، قاضی راست نیست در هیچ جای جهان به پای هیچ بشری بلندش، اما خود قضات می گفتن به احترام دانش شما و حتی یکی دو قاضی بعد از ختم جلسه می آمدن پایین و می گفتن ما خجالت می کشیم شما را در برابر خودمون ببینیم، اما ما دست و دلمون برای دادن اقامت به شما باز نیست. و حالا که یک مکزیکی بی سواد 3 ماهه اقامت میگیره، اما نصر احمدی 14 سال اقامتش طول کشید. بنابراین من در اینجا هر چه هم باشم بیگانه هستم. دفاع روحی اگر داشته باشم صرف جنبه انسانیه، بلاخیر من حق دخالت در مسئله ترامپ و دیگرانو ندارم. اما به حسب شور و دانش و فهمم خب انتقاداتی شد به ناحق یا حق آقای ترامپ آمد، اما شایسته علم و دانش و شرف انسانی نیست کسی که دانشی نداره رهبری جامعه رو بر عهده بگیره. من لحظه که شنیدم ترامپ برنده شد، باور بکنید همیهنان گرامی، آقای سربی، من به حال سقراط، افلاطون، ارسطو، به حال سعدی بزرگوار، به حال رازی، فارابی، به حال بزرگان، به حال مونتسکیو، ژان ژاک روسو و دیگران و اوگوست کونت به ویژه یا هگل و دیگران، باور بکنید اندوه جهان منو گرفت و به گفته سعدی بزرگوار بر عمر تلف کرده به سراشه دل آب دیده همی سفتم. من به گذشته خودم هم رفتم و اندوه منو گرفت که چرا در این راه بودم. خب جهان همینه، به گفته فردوسی جهان را چنین است آیین دین، نمانده است همواره در بهگزین،
یکی را ز تخت کیان برکشد، یکی را ز تخت کیان نبته درست بشه برکشد. جان همینه. بازم به گفته سعدی بزرگوار مراجعه میکنم، دنیا زنیست، دنیا به معنی بنی پس فرومایه، دنیا زنیست عشوه‌گر و دلستان، ولی با کس به سر نمیبرد از عهد شوهری، خوش گلشنیست، حیف که گلچین روزگار فرصت نمیدهد که تماشا کند کسی. اما برگردیم به نامه شاهزاده رضا پهلوی که من هم شنیدم. جناب آقای سردی، این مسئله مطرح فرمودید، به صدا میکنم شما دقت بفرمایید، اگر نقطه ابهام از سوی بینندگان و شنوندگان به شما گفته میشه یا ایمیل میکنند یا خودتون در نظر میگیرید دوباره از من بپرسید. شاهزاده رضا پهلوی گفتن این 36 سالی که من بعد از تعهدم، یعنی سوگند که البته زیر سوگند داشتن ایشون و متاسفانه من در ایشان یه بار دروغ گفت، اون موقع نه رادیو بود نه تلویزیون بود، هیچی نبود جز یه تلفن بین خاندان شاهی بود به خط کامرانیه و قصر سلطنتی رو وصل میکرد. اون زمان تلفن در ایران آمد، یعنی قاجار آورد، تلفن پهلوی نیورد، هیچ چیز از مدرنیته رو پهلوی نیورد، همه رو قاجار آورد بر اساس درس دانشگاه. اما در بازار اینطوری نیست، چون حکومت پهلوی سرکار بود، باید قاجار خراب میکرد. هر آنچه جنبه مدرنیته بشر بوده در اروپا، در فرانسه به ویژه و انگلستان بوده، در ایران پیاده شد زمان قاجار. از دانشگاه بگیر تا فرستادن دانشجو بگیر تا چاپخونه بگیر تا ارتش منظم امروزی بگیر، همه و همه و همه رو، تا تلفن، تا تئاتر، تا خیابونکشی، تا برق و راهن، همه رو قاجار بود. بعد پهلوی ادامه داد. همیهنان، شنوندگان، بینندگان، دوستان، باران، مخالفان، دشمنان، دوستان، بدانید همه آثار مدرنیته رو قاجار آورد. اگر سوالی دارید، ای کاش برنامه زیادتر می بود، من پاسخ می دادم. در درس دانشگاه همه رو گفتند، اما تو بازار کتاب ها قدغن بود. حالا به آقای شما برسانم، نامه آقای رضا پهلوی من هم شنیدم، ایشان هم گفتند که 36 ساله من به رهبران سیاسی نامه میدم، خوش آمد میگم و مسئله شخصی نیست، مسئله ملی است به نام ملت. من از آقای رضا پهلوی میخوام بپرسم، از شاهزاده رضا پهلوی، آقای شاهزاده رضا پهلوی، اولش شما کی نمایندگی به شما داده؟ دو، آیا شما مقام مسئولی هستید؟ حقوقدانان اطراف شما، جامعه شناسان اطراف شما به من پاسخ بدن، بیان سر ارگه نفرشون بیاد بگه آقای نصر احمدی شما بی خود میگید، آقای رضا پهلوی، آقای پارسا سربی، آقای نصر احمدی مخاطب همیهنان، آقای مهندس چمن آرا، آقای جناب آقای کاظم افشارا مقام رسمی نیستند، ما مقام رسمی نیستیم. آقای رضا پهلوی بدان سازمان ملل بهت میخنده، میگن که دیوانه آمده نامی نمیشه، نکنید این کار رو، اپوزان اعتبار نکنید، شما مقام رسمی نیستید، از سوی ملت هم نمایندگی ندارید، شما هر که سر کار میاد مشاورانتون بدارتون میکنه یه نامه بنویسید. به گفته عوام ما یه مدرسه میداشتیم در ایلمان، هر جا آش مدرسه فراشه، نکنید این کار رو. این آقای مدرسه زمان عزاداری مجموع پولو سر تو سرش بود، البته یه روی زیر سرش بود و پولو رو میبردی و روی زمان عروسی هم این کار رو میکرد. مگر شما مهندس فراشی؟ مگر شما مأمور خرابی و پسند و بی‌اعتباری و پسند هستی؟ نکنید این کار رو. تو به خدا رنده به جانتون، به اخلاقتون، به انسانیتتون، به اون زادگاهتون. آقا شما به ساعت اعتبار پسر محمد رضا شاه معتبرید، وگرنه شما هیچ اعتباری در جامعه ندارید. به دانشتون قسم که نه، به شجاعتتون قسم که نه، به بخشندگیتون قسم که نه، به فداکاریتون قسم که نه، به پیمانتون قسم به سستی‌ترین انسانی هستید که من دیدم. نکنید این کارا رو. آخه انسانیت، اخلاق، وجدان یک آثار علائمی داره، میهندوستی به ویژه آثار علائمی داره. چرا این کارا رو میکنید؟ نمایانه به ترامپ، آقا ترامپ به ما چه؟ ترامپ رئیس جمهور امریکاست، خب فعلا در شرایط کنونی ابرقدرته و این ابرقدرتیش هم به گمانم سست و ضعیف داره میشه. من دعوت شدم به سال 2006، سپتامبر 2006، اینو باز همه در خودستایی نشد بگفتی سعدی بزرگوار، خودستایی همه کفر است، خود پرستن به حقیقت نپرستند خدا را. بذارید هم میهنان من تصور و پنداری از خودپرستی من داشته باشند که من نیستم، من خاکی تر از اون هستم که انسانی بیندیشه، حتی بسیار خاکسارم، بسیار، البته خاکسار به معنای ملامتیش نیست، به معنای ظاهر قضیه است،
بودم به هاروارد، استنفورد و هوور، کنفرانس مشترکی گذاشت به نام حکومت شناسی. از یه ایرانی دعوت شد که اروپا درس خونده، امریکا من درس نخوندم. در اینجا گفتم که امپراتوری شما دیر نمی پاید. همین آقایان امریکایی ها، استادان امریکا، استادان جامعه شناسی، استادان سیاسی، استادان حقوق، بدانید که امپراتوری شما دیر نمی پاید. من برای دولت فرانسه در کتاب جدایی خواهی در کردستان ایران عراق ترکیه اونده صفحات آخر توضیح دادم که امید است آینده کاخ الیزه بر فرازش پرچم ابی از احمر اسپر برافراشته نشه. خب این واقعیت ملموسی که ما داریم میبینیم. دنیا همینه. یه زمانی تا 50-60 سال پیش امپراتوری فرانسه سایه گستر همه جهان بود، بیشتر عربها مال فرانسه بود، یه قسمت کمترش مال انگلستان بود بر اساس کنفرانس پیکو و اگر یادم باشه و سایکس، پیکو فرانسه و سایکس انگلیسی. بله آمدن قرارداد کردن، دنیا را تقسیم کردن بین خودشون. ایران سهم انگلستان شد به صورت مستعمره پنهان. ایران را گذاشتن مستعمره پنهان به لحاظ اون شعارها حیاتی که به اصطلاح پول پیروزی هست در جنگ اول و دوم جهانی، هر دو به این واژه ملقب شد. چرا؟ چون به روسیه ختم میشه، از اون طرف به شبه جزیره، به شبه قاره هند که تبدیل شد به هند از طرف مهاتما گاندی متاسفانه و شوربختانه، که خیلی ها گاندی رو مهم پرست قلم برد میکنن اما پژوهش های تاریخی اینو نمیگه. و بگذاریم آقای رضا پهلوی متاسفانه نمیدونن راه و عوضی میگن، یا برای سرگرمی ملت، یا برای خودنمایی، یا برای اینکه من در صحنه هستم، نکنید این کارو شاهزاده رضا پهلوی. چون منو بردید اونجا آقای سربی، من پیغامی داشتم دیروز از یک آقای برام پیغام گذاشته بود سر تلفنم که من در اینترنتی دیدم که سرکار بانوی گفته که شاهزاده رضا پهلوی رو حرفاشو طلا میدونم و من مسلمان نیستم، زرتشتی هستم. خب سرکار بانوی زرتشتی عزیز، شما که شاهزاده رضا پهلوی رو حرفاشو طلا میدونید و مقام سلطنت و زیبنده ایشون میدونید و میگید مقام برتری، شخص برتری از ایشون نیست، آیا شما 75 میلیون ایرانی رو بررسی کردید؟ شخصیتشون رو، دانششون رو، شجاعتشون رو، اخلاقشون رو، پاکیشون رو، شرفشون رو؟ خب شما که زرتشتی هستید، قانون اساسی مشروطه که آقای رضا پهلوی بهش منم منم میکنه در اونجا آمده پادشاه باید مسلمان دارای مذهب شیعه، مربی این مذهب. خب پس شما زرتشتی چه کارید؟ شما سنه هیچ دل مدک اینایی که مال شما بوده، آقایین شما که زرتشتی بوده، شما دیگه چرا؟ در قانون مشروطه وقتی عنوان میکنه تعلیم و تعلم آزاد است مگر مغایر شرع نباشد، شرع نگفت دین اسلام، حتی شرع یعنی آخوند، یعنی روحانیون، یعنی مذهبیون، یعنی مذهب مداران. شما چه کار هستید؟ هیچ. تا چرا سنگ رضا پهلوی رو به سینه میزنید؟ من حیلات شخصیت برتر از ایشون نیست. این چه حرفی میزنید؟ مگر تو پیشونیشون نوشته؟ مگر اصل 37 قانون اساسی مشروطه نمیگه ولایت عهد آن است که پسر بزرگ شاه باشد؟ خدا اینا کرده، من قصر اهانت به هیچ بنابندی در جهان هستی نیستم مطلقا به مطلقا. اگر پسر ارشد فخر چل باشه تکلیف مملکت چیه؟ آقای سوربی میتونید به من جواب بدید شما؟ چون بلنگو دستتونه؟ قبلا هم پرسیدید اگر ولی عهد آمدیم پسر بزرگ خونه چل باشه، بری دیونه باشه، لاقاعدت بگه، مزخرفات بگه، مأمور باشه، جاسوس باشه، شما چی میگید به من؟ چه جوابی دارید؟ من یه ایرانی هم میخوام از حقم دفاع کنم، جواب منو بدید. چوپانم، کشاورزم، دامدارم، بیسوادم، به من جواب بدید. ملت به نمایندگی بیاد سر خط جواب بده، جواب بدید دیگه. اگر ولی عهدی اصلا ایرانی نشناسه، علاقه به ایران نداشته باشه، بازم شما اصرار دارید پهلوی و لاهیا رضا پهلوی رو پادشاه مشروطه بکنید؟ سرکار بانی هفته پیش با من صحبت میکردن، گفتن آقای نصر احمدی نوار شما رو داریم که شما گفتید سلطنت یعنی سلطه و چیه دی. خب بازم من میگم الانم بر سر حرفم هستم، الانم هستم. در قانون اساسی مشروطه آقای سوری هم میتونه که همین همش واژه سلطنت گفته، سلطنت و بیعشت الهی.
گفته دیگه، تمام جا گفته سلطنت، قانون اساسی مشروطه گفته سلطنت، خود مظفرالدین شاه که امضا میکنه زیر مشروطه را، اونجا میشه میگه رعایای صدیق ما، رعایا یعنی دام یعنی چوپان، دعاگوی سلطنت ما باشند. خیلی خوب، ما چه تخفیفی داریم بر این قضیه؟ استدعا میکنیم تلفن نفرمایید، پرایوت ندارید، خصوصی نمره ندارید. من استدعا کردم، هم نمیگیرم، 14 ساله من شخصا نمره خصوصی را جواب نخواهم داد. اگر یک بار حرف زشتی از دهان من در بیاد و اینو ضبط کنید و بعد بگید نصر احمدی بی‌تربیت بود، ملت شما گواه باشید. همیهنان گرامی من که ساعت 3 شب تلفن جواب میدم، آقای سوربین باور بکنید وقتی که در کار بود تلفن قرقیزستان، تلفن تاجیکستان، تلفن بوسکو رو من جواب میده، خودم جواب میدادم 2 شب 3 شب هر شب. نکنید الان من که میدونید برنامه دارم، چرا پرایوت خصوصی میزنید، چرا میرین سر خط، نکنید این کارو. 29 نفر مسئول این آقای سوربی از سال 2007 تا به حال، هر جا نصر احمدی اگر آیه آسمانی رو بخواند، اگر حتی بگوید رضا پهلوی آدم خوبیست، به نصر احمدی بد میگن. 6 تاشون اروپا هستن، بقیهشون امریکا. این چه معمولیت مخربیه؟ شما برای ایران تلاش میکنید یا برای فرد؟ همین من آوارگان مردم در این کشور، شما وقتی شناخت ندارید، حق ندارید مطلبی رو عنوان کنید. شما باید از چیز آگاهی داشته باشید، اظهار نظر بکنید. سرکار بانوی محترم که شما منو بردید به اونجا، ایشون عنوان کردن، تک تک من میخوام جواب بدم، گفتن که شاهزاده رضا پهلوی صحبتش تلاش بود، نمیدونم تلقونه حرفیشون چیه، یک اعلامیه میدن دستش میاد میخونه، فردا یه اعلامیه دیگه، یه مشاور دیگهش میشنوده علیه سخنرانی دیروزش. خب یه همچه آدمی دارد، شما مزبزب نمیدونید، شما متلبه نمیدونید، شما دمدمی مزاج نمیدونید، شما آدم ثابتش حساب میکنید مطلقا قبه بالا اصلا. آقای سوربی تنابندهی به اندازه من در مناسبات سیاسی با رضا پهلوی نبوده است. ممکنه دیگران مسئله خصوصیشو بدونن که من بیخبرم، ممکنه یه آقای بره از خونش فیلم برداری کنه بیاد بذاره سر ام بگه من رضا پهلوی رو میشناسم، عدد رضا پهلوی رو نمیشناسه مطلقا. یه خبرنگار 2 ساعت میشه، 5 ساعت میشه حرف میزنه، میره سوال شروع کنه، میگه چه شناختی وجود داشته باشه؟ نصر احمدی تنگاتن رویارو 2-2 100-100 50-50 500-500 با رضا پهلوی ساعتها نشسته، دعواها شده، مراقبه ها شده، قهرها شده، آشتی ها شده. داستان رفانو مطرح کرد، اولین برخورد ظاهری پیش آمد که من گفتم رفانو خیانته. اگر جمهوری اسلامی 90% رای بیاره یا بیشتر یا کمتر، ولی اعلام کنه 90% در که شما و ما چه خواهد بود؟ آقای شاهزاده رضا پهلوی مگر شما مأمور خرابی اپوزیسیون هستی؟ نکنید این کارو. خب این شد یه مسئله بزرگی. آمدن تو رادیو گفتن وای نصر احمدی خراب کرد پادشاهی رو، با کله پادشاهی آورد تو اون چاه ویل. البته یه چیزی دیگه میگفتن، من نمیخوام سر هر بگم اون حرفا رو، نصر احمدی پادشاهی رو برد بالا، پادشاهی رو آورد پایین. نصر احمدی جوانی بود وقتی انقلاب شد، 23 سالش بود. آقای خمینی، آیت الله خمینی رو میشناختم، چرا؟ چون نوارهاشو گوش میگرفتم در 9 سالگی. 2 تا از شاگردانشون که درجه آیت اللهی گرفتن، فارغ التحصیل نجف هم شدن بعد از فیضیه، نواره رو میآوردم گوش میگرفتم از ایرمون، نگوش میگه از اون موقع آیت الله خمینی میشناختم. هرگز 1 ثانیه من در انقلاب نسعین بودم نشن بودم، 1 ثانیه هیچ وقت با حکومت این نبودم، نه با حکومت پهلوی، نه با حکومت جمهوری اسلامی. الان هم حس میکنم یه حکومت ظالم ستمگری سر کاره، با آزادی دشمنه، با دموکراسی دشمنه، دوتا بدویژه به لحاظ شخص خودم با فرهنگ ملی ما سر ستیز داره، من باهاش مخالفم، دشمنشم. آقای شاپور، دکتر شاپور وقتی بخشید دکتر، چون محمد رضا شاه 2 تا دکتر نخست وزیر داشت و یک پزشک، 2 تا دکتر، یکی دکتر شاپور بختیار بود، یکی دکتر علی امینی، هر دو فارغ التحصیل پاریس، یکی سوربن، یکی دانشگاه پاریس. پزشکیش هم آقای منوچهر اقبال بود، ولی بقیه نه. حتی قبل سلطنه معروف بالاترین قدرتمندترین رول مدل به اصطلاح نخست وزیران ایران که حتی دکتر مصدق پسرخالش آرزوش بود که مثل کلام سلطنه گام برداره، همسن سال بودن تقریبا،
ایشون فوق لیسانس حقوق دانشگاه پاریس بود، دکترا نداشت، دو تا دکترا بیشتر نبود، یکی بختیار، یکی امینی، یکی هم پزشکی به نام منوچهر اقبال، بقیه نه، بقیه زیر فوق لیسانس. خود مصدق السلطنه لیسانس مکاتبه داشت با آقای رمیلون. توی پرانتز اینا رو گفته باشم، خیلی خوب عنوان میکنه که رضا پهلوی کی گفته از خلیج عرب، خلیج عرب نه، ایشان با آقای محمد سلمی مدیر العربیه همین 2015 وقتی دو بار آقای محمد سلمی، سلمی به معنای گیاهیه، سلمی معنی سلامتی میده، عربی اسم عرب دیگه من معناش کردم، ایشان دو نوبت گفت خلیج و دو نوبت گفت خلیج عربی. اگر این کارتون رو بروی من که کتاب دوشه حرفی زد، آقای رضا پهلوی چیزی نگفت مطلقا، یعنی زیر بیرقی هم نشست که پرچم عربستان سعودی و خلیج عربی بود. سرکار بانی محترم، جوش کار همه کس نیست، احساسات کار همه کس هست، اما من از شما بودم یک زرتشت انتظار ندارم اینجور مطالبو سر فیسبوکتون اعلام بکنید. من بسیار متاسف میشم. با چطور رهبری انتخاب میکنید؟ اولا شازد رضا پهلوی اگر سوگند پاسار خود خوشی پاسار مشروطه هستن، ولی چرا ادعای رهبری میکنه؟ چرا مردم، چرا بچه ها ایشون پشت و تلویزیون در اختیارش رسمن از طرف یک دولت رسمن در اختیارشه، با تبانی جمهوری اسلامی، با تبانی اصلاح طلبان، با تبانی آقای رفسنجانی، با تبانی حجتیه، رسمن در اختیارشه، ارگان رسمی داره شاهزاده رضا پهلوی. خب شما هر آدمی رو پنج تلویزیون تبلیغ بکنه، خب همه میشناسن، بیشتر رادیو در اختیارشه، از طرف یک دولت، از طرف حکومت سرکار، بخش ظاهرا جدا شده حکومت. علنا اومد گفت من جنبش سبز یقین بلند گفت میخواد من بلند گوشم، من سخن گوشم، مشوند سبزم پوشید، پیراهن سبزم پوشید، همیشه هم برای یادآوری این کارو میکنه که جمهوری اسلامی ببینه، همیشه هم داره میگه تن شورای ملیش هم بارها و بارها و بارها گفته از ایران آمده. دیگه بالاتر از این با حکومت کار کردن، بالاتر از این به خود من 500 نفر شاهده خاتمی رئیس جمهور نشده بود، به من گفت سعی کن خاتمی رو لنسه کنی که من دیوانه شدم، من فریاد کشیدم مادر شما جلو چیزی مادر بزرگ جمهور کرده بود، قرار بود بگرم پزشکی قانونی، هنوز پزشکی قانونی نبرده بودن، مادر شما جلو از من پرسید چی شده چون چی اینجور سرسده میگرد چی دستات این بالا پای میره، بهش نگفتم، هر کاری کرد بهش نگفتم، بودم این چیزی نمیشون بود. خب این دیگه بالاتر از این آمد در رادیو صدای ایران گفت اکادمیسیان ما لجاجت به خرج بده نمیدونه خاتمی گورباچف ایرانی. خب من فردا از سر تلویزیون کانال یک آقای شهرام همایون گفتم آقای شاهزاده من تلفن خصوصی با شما دیگه نخواهم داشت، سلامو ببرن، میدانی که خاتمی شما رو گورباچف هم نکرد؟ البته واژه بیادبانه دیگری هست، اما من چون گفت گورباچف بر وزن گربه گفتم، این نوار من دشمنان دارن، اگر دوستان ندارن دشمنان دارن، و بیشتر را بدید شهر مومنی این نوار بخرید، این هست تو کانال یک، این موجوده، اگر چه ارشیو حرفای منو تلویزیون ها نمیشون نمیدن، اگر هم دارن یا از بین بردند نمیشون نمیدن. آقای مهندس عبدالعلی سمیمی که میدانید من مخالف دکتر شاپور بختیار بودم از اول جنانی که آمدم پاریس، ایشون همه این نوارای منو در بسیاری رادیو ها داره، شیش بار خودم از درش میدم تو رادیو ها گفت، یک آدم بیطرف بی نظر صاحب نظر جوان رشید دلاور ایرانی و دانشانخوری این کار اندیشش برای حکومت آینده ایران و سلامت ایران مناسب ترین نسل احمدی هست. ولی اون نوارا چی شده؟ کجا رفته؟ آقا سربی شما از تلویزیون پاس بخواید $1000 بدید، اگر یه نوار منو شما دادن شما $1000 به شهرام همایون به کانال یک بدید، اگر نوار منو شما دادن $1000 به رادیو ایران بدید، اگر نیم نوار منو شما دادن $1000 به رادیو ملی بدید، اگر نوار منو شما دادن نخیر، برای که جهت‌گیریه، برای که بلندگو رسمن ارگان یک آدمی به یه هدفی دارن لانسش میکنن، دارن تاییدش میکنن، دارن نامش مطرح میکنن، شما هر کسی رو هر روز تو تلویزیون اسم بیارید خب مردم با اون آشنا میشن. یکی از بدیهای مردم ما خصلت خوب داریم، خصلت بد هم داریم، میگه
استاد روزا پهلوی معروف ترین آدم. خب هر کس تو تلویزیون 4 بار اسمش بیاری در روز، اون چند تا تلویزیون خب معروف میشه، میشناسن. آرسن لوپن هم معروفه. اون کارلوس که رئیس بادر ماینکرافت بود، جوگوندیری معروفه، تمام جهان اسمش شنید، تمام دنیا، تمام جهان. هر کسی مسلم اسمشو بیارن در رادیو مطرح میشه. ولی من تأسفم بر اینه، این همه معلم شهزاد رضا پهلوی داشت، اگر یک آدم معمولی که حتی به لحاظ هوش و بهره هوشی درجه پایین پایین داشته باشه، دو چیزا یاد میگیره. ایشون هیچ از اینا یاد نگرفته. من یه امتحان میکنم در برابر ملت ایران، تا کلاس پنج ابتدایی از شهزاد رضا پهلوی امتحان میگیرم. ای بانوی ارجمند، ای بانوی عزیز زرتشتی، ای آقای سعیدی که دو ساعت و 7 دقیقه و 52 ثانیه روز یکشنبه با من صحبت کردی و من بیشترین زمان زندگیمو در گوش دادن به تلفن یک دوستی شنیدم و شنوم بودم. من هیچ وقت بیش از 1 ساعت و ربع گفتگو تلفن با کسی ندارم، مگر برنامه رادیو و تلویزیون که من یادم هست اردیبهشت 2002 در امریکا تازه آمده بودم، 7 بار رادیو با من مصاحبه کرد از ساعت 7 صبح تا 9 شب. بله، من پشت سر هم گوینده بودم، البته با 5 دقیقه استراحت، اما گویندی شخص هرگز بیش از 1 ساعت رو نبوده. 2 ساعت و 47 دقیقه و چند ثانیه، 47 ثانیه بکنم، شنونده جناب آقای سعیدی بودم که در همین مردم تیری جناب سرمی در همه دارن. ایشان الا و بلا رضا پهلوی رو وحی آسمانی میدانست، نازل شده از آسمان. البته از من 2 تا سوال کرد، از حق نگذریم. گفت بدیه مشروطه چه هست؟ بدی قانون اساسی مشروطه چه هست؟ گفتم خب چون خودتون معترف هستید که خب قانون اساسی مشروطه رو ندیدید، خب یه چند تا توضیح بدم. و الحق دیدم در اون زمینه قانع شد. از بدی مشروطه گفتم که انگلستان او علم کرد رهبران مذهبی پیشوا بودند، رهبران سیاسی دنبال رو رهبران مذهبی بودند، این مشروطه به این جهت نمیدن فاسد. اما قانون اساسی رو چرا تباه میگم، چرا انسان ستیز میگم؟ برای که هیچ جنبه انسانی آقای سوربی هم میگنانی گرامی در قانون اساسی مشروطه نمیبینید. بارها حتما آقای سوربی شما شنونده و بیننده من بودید، از من پرسیدن میان قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی شما کدام رو ترجیح میدید؟ گفتم اگر به عنوان قانون گذار از من میپرسید، اصلا حکومت شناسی من نه، قانون گذار میپرسید، من میگویم قانون اساسی جمهوری اسلامی رو ترجیح میدم، ولی به شرطی که البته شمشیر تو گلوم باشه و بخوان منو اعدام بکنن، چون هر دو رو نمیپذیرم، با اعدام هم هر دو رو نمیپذیرم. اما برای که جوابگو باشم اجازه بدید زنده باشم حرفمو بزنم بعد منو بکشید. قانون اساسی مشروطه فاسدترین قانونیه که من تا حالا دیدم. کارت مگر فهمید قانون اساسی طالبان پیش نویسشو آقای دکتر جزایری به قول خودشون زوی جرگه، نماینده زوی جرگه در پاریس تو خونه من به نشون داد. اون قانون طالبان به مراتب جنابات سربی و میهنان گرامی بانو ارجمند از قانون اساسی مشروطه مترقی تره. خیلی این قانون عقب افتاده است، ضد بشره، ملت رعیته، اصلا ملت توش نیست، جامعه توش نیست. زنان، همسران، نمیدونم مادران، خواهران، بانوان، بانوان ارجمند، توجه کنید، توجه کنید، توجه کنید. وقتی در قانون اساسی مشروطه ماده 2 آیین‌نامه انتخابات میگوید نصفان، حتی نمیگه زنان، نصفان، مهجورین، دیوانگان و شکستگان به تقصیر حق رأی ندارند، من میگم آقای سید احمد کسری، خداوند پدر تو را بیامرزه، پس تو که این همه مشروطه را سنگیشو به سینه میزنی، کتاب هم در مورد مشروطه نوشته که بهترین حکومت بشره، آیا موقعی که میری خونه از زنت خجالت نمیکشی؟ آقای تنها آدمی که در مشروطه همراه نشد جناب آقای سربی، علامه میرزا علی اکبر خان ده خدا بود، ده خوب تنها آدمی که با مشروطه همراه نشد، سکوت کرد، چیزی نگفت. موازد و سلطنه براش در فالیس نیشت از سویس که به خدا چرا با مشروطه همراهی نمی کنی؟ براش جواب داد که نخواست نزیری پیشین دوست عزیز من مشروطه رو اسمی میخوام بیارم،
فلانی دزد سر گردن زن وقتی از پرچم داران میشه، من بیام بگم مشروبه چند منه، این جمله به خدا هست، نوی به خدا هست. وگرنه تمام دانشمندان ما به اومدن گفتن مشروطه خوبه، هزار کتاب در مورد مشروطه تا امروز نوشته شده. آقای دانشمندان، آقای سید حسن تقی‌زاده دانشمند بزرگ، تو که نویسنده قانون اساسی بودی، وقتی نوشتن که مصران حق رای دادن ندارن، حتی رای دادن در زمره دیوانگان هستند، در زمره مهجورین هستند، شما چرا میگید قانون اساسی خوب؟ چرا نویسنده قانون اساسی بودی؟ آقای مشیر الملک معروف، میرزا نصرالله خان، میرزا حسن کاظم حسین خان خسروی، پسران میرزا نصرالله خان، پدر بزرگ داوود پیرنیا، خدا رحمت کنه داوود پیرنیا رو، که اقلا یه کار ملی انجام داده، برام گلها رو درست کرده، اون خدمت کرده، ولی پدرانش قانون مشروطه رو نویسن. چرا؟ شما که همه تحصیل کرده فرنگ بودید، شما که همه پاریس درس خوندید، چرا شما دیگه چرا؟ خب درد من اینه، درد آدمی که دنبال این کاره درد فراوان داره. من نمیخوام به خیلی جاهای حساس غم‌آلود برم، و واقعا آقای صوفی آدم میمونه. خلیج رضا پهلوی مثلاً از کجاست؟ خانم عزیز، سرکار بانو محترم، شما به العربیه مراجعه کنید، محمد سلمی هم سردبیرش بود، گویانه هم ایشون بود، آقای رضا پهلوی نشسته بود، ما که نمیخوام، هیچ وقت شهروند نبوده، خیلی ایشون برای شهروند بودن، نوار داره من فرستادن تو خونه یک از دوستان، نمیخوام بگم به دو سناتور آمریکایی، خودش هزار بار گفته من شهروند، هزار بار سازگارا میگه چرا همرز میشه. همینانای گرامی، یک روزی ظهر بود، من معمولا جایی نمیرم وقتی آمدم امریکا، چون در اینجا خودم رو غریب میدونم و کسی مربوط نیستم، نبودم، ولی که اینها پرانده سازن، نفت احمدی کتشلوار سفید پوشید، باور کنید من یک روزی کتشلوار تنم بود شیری رنگ بود، رفتم غذا بخورم، از کانادا به من تلفن شد، آی دکتر چرا کتشلوار تو سفیده؟ ای بابا، بابا من برای خودم هم آزادم، آدمم هستم، کار خطا نمی کنم، اگر کار خطایی کردم به من گوش زد بکنید. آقای سازگارا، یک روزی من دعوت شدم به یک چلو کبابی به نام شعله بمیتونم یا شمشیری در وست بود، من معمولا نمیپذیرفتم، به اصرار اون آقا رفتم، چهار نفر بودن، گفتن با این چهارتا بشینیم صبح بشین شما صحبت کنید، اینها برنامه دارن، من برنامه شون گوش گرفتم، گفتن نه نه من وجه المصالحه بیگانه نیستم، من ایرانیم، من کاری به تایید CIA و CIA منو تایید کنه و نمیدونم FBI این حرفا من ندارم، مطلقا من 8 بار پیشنهاد دولت فرانسه رو برای پذیرش خیلی کارها و ثروت فراوان نپذیرفتم، نخیر من ایرانی هم من نیستم، غذا منو خورده بودم، آمدن بیرون منتظر راننده بودم، یک آقای موجود گندمی تقریبا قد بلند چهارشانه آمد جلو، 7-8 تا پسر و دخترم همراهش بود، منو بغل کرد و بوسید ولی گریه کرد بلا فاصله، گفت آقای دکتر احمدی من نمیشناختم ایشون رو، انتظار ندارم شاهزاده تیر خلاصن برادر منو دعوت کنه خونش، بلا فاصله گفتم شما برادر تیمسار مهدی رهینه هستید؟ گفت بله. من البته ایشون رو ساعت گریه میکرد، مردم جمع شدن، 200-300 تا آدم جمع شد تو خیابون، من فردا برنامه داشتم در تلویزیون کانال 1، عنوان کردم داستانو تعریف کردم، شما باور میکنید آقای صوفی هم میهنانی گرامی شاهزاده رضا پهلوی یک ماه بعد در کتابش نوشته، البته این کتاب علی فتوس نوشته، نوشته من و آقای محسن سازگارا در یک جبهه هستیم، سند از این بالاتر این خلاصان نبی رحیمی، آقای سازگارا یک کلمه درس نخونده، 20 سال امریکا پیش از انقلاب، از انقلاب با تیاره آیت الله خمینی رفت ایران، نوی خمینی به حق نداره شاهزاده رضا پهلوی چای بروزی بذاره جلوش سه شبانه روز بیمارش کنه، اون آقای باوندیاد اعلامیه داد، صد اعلامیه داد، خجالت آوره، تو با مسئولیت نصر احمدی خودت با روسی میرخصی اما میای نوی خمینی رو چای میذاری جلوش، نصر احمدی پرچمدار آزادی، آقای رضا پهلوی، نصر احمدی جوان اومد تره بازگشت پادشاهی رو در 27 سالگی نوشت، خب این کارا زیان بخشه، ما اگر به فرد منتخبیم بله برای فرد تلاش میکنیم، اما اگر برای ایران، برای سربلندی ایران، برای بهزیستی مردم، برای راحتی مردم بگید این رهبر شایسته پیدا کنیم با دانش پاک شریف،
حتما تو پیشینه شاهزاده رضا پهلوی نوشته نجات ایران وسیله ایشون؟ نه خیر، اصلا اینطور نیست. من حیرانم از این پرسش ها. بله من نخواستم مطلب رو به شاهزاده رضا پهلوی ببرم، اما چون شما پرسش کردید که مسئله نماینده ایشان به ترامپ و نامه ایشون به ترامپ چه هست، آقای شاهزاده رضا پهلوی مقام رسمی نیستند، مطلقا مطلقا و مطلقا و مطلقا. ولی من حیرانم از حقوقدانان و دانشناسان اطرافیشون که اونها هم مأمور خرابی هستند، مأمور خرابی اپوزیسیون. ما نکنیم این کارها رو. من نخواستم به اونجا برم، اما مطلبی که خواستم به آقای همیهنانم برسونم و هفته پیش من برنامه داشتم مطالبی رو عنوان کردم. دوست ارجمندم که دو سالی با ایشان آشنا شدم، ایشان تلفن فرمودند بعد از برنامهشون، منظورم جناب آقای کاظم افشار هستن، بعد از برنامه خودشون به من تلفن کردن و از من خواستن که شما مسئله ولایت فقیه و مسئله اون شوربختی و اینها رو مطرح کردن، خواستن به آقایشون برسونم. چون ایشون مطالب رو در پاسخ من بازگو نکردن، در تلویزیون به آقای همینان برسونم. شوربختی رو سعدی بزرگوار آورده و فردوسی هم آورده. فردوسی در داستان که خودش ساخته، که فردوسی کتاب شاهنامه رو که ننوشته، شاهنامه رو قبل 700 سال پیش از اون آقای دانشور در زمان انوشیروان تنظیم کرده، دست به دست شده، دست به دست شده تا رسیده به یعقوب بن صفاری پادشاه حبشه. به این داستان مفصلی که حتما من یک روز اگر مسئله فرهنگی باشه توضیح خواهم داد. برادر یعقوب لیس حاکم فرماندار فیروزآباد، یعنی استخر پیشین بزرگترین شهر جهان برام فیروز و دیگران و دیگران تا رسیده به دست سلطان محمود. پیش از او دقیقه شاهزاده سامانی یه مقدارشو نوشت که در جوانی کشته شد، بعد عنصری ملک الشعرا و بعد رفت پیش شاه گفت بله من کارای کردم، اما داستانی که پدر پسر رو میکشه من حاضر به ادامهش نیستم. و فردوسی به هر حال داوطلب شد اون داستان نوشت. اما این مطلب مال خود فردوسیه، مال خود ایشونه، منصور پسر قاسم ملقب به فردوسی، ایشون نوشته. اونجا میگه از رستم فرخزاد که برای برادرش وصیت می‌نویسه به این زشت کاری میهن پرستان ایرانی، این میهن پرستی نیست، این خیانت به میهنه. رستم فرخزاد خیانت کرده، پیشوای جنگ 4 روز پیش از جنگ وصیت نامه برای برادرش می‌نویسه، بعد این شرم‌آوره، دردآوره. هی رستم قهرمان، رستم قهرمان. نه آقا این قهرمان نیست. نامه به عمر می‌نویسه که من هرچی می‌خوام بهت بدم، با من جنگ نکن. به سعد وقاص می‌نویسه، در اون نامه به برادرش می‌نویسه که من بدین شوربختی درم، شوربختی بر فردوسی دو نوبت آمده، یکی نوبتشم اردشیر بالکان که پادشاه میشه و اردوان پنجم شکست میده، پسر آخوند، یه آخوند 410 سال حکومت دینی گذاشت تو ایران، سلسله ساسانی که بنیادگذارش اردشیر بود. اردشیر وقتی اردوان رو میکشه دخترشو به زنی میگه، خب این کار زشتیه، آدم که پدر کشته رو دخترشو نمیگیره، این رسم بدیه. کلوکان زن نبا این کار کرد، بسیار پادشاهان ما این کار کردن، رضاشاه هم این کار کرد با خاندان قاجار، دو تا زن قاجاری گرفت. چون میدونید رضاشاه 4 تا زن داشت، همیهنان 4 تا زن همزمان داشت، همیهنان گرامی ارجمند. به همین جهت زن در قانون ما بیعتباره، 4 زن همزمان داشت رضاشاه. هی کبیر میگید، نکنید این کار رو. من خیلی چیزا رو نباید بگم. من به جنگ اپوزان نیومدم، من اومدم یک اپوزان سالم جمهوری اسلامی ساخت کنه با اندیشه درست، پاکی، اخلاق، جوان مردی، بدون وابستگی به بیگانه، بدون نوکری بیگانه. این مردشور حکومتی رو ببره که بیگانه بخواد ما رو بر کرسی بنشونه جمهوری اسلامی رو ببره. من حاضرم فدای جمهوری اسلامی بشوم، اما بیگانه حکومت ما رو، حکومت جمهوری اسلامی رو عوض نکند. وقت میشه نوکر بیگانه. جمهوری اسلامی بده، ظالم، ستمگر، صفه، درنده است، ضد ایران، ضد فرهنگ ایرانه، ضد آزادیه، ضد دموکراسیه. اما من حاضر نیستم بیگانه ما رو به کرسی بنشونه جمهوری اسلامی رو بزنه. این ننگ نیست. پاسداران ایران، بسیجیها، کمیتچیها، میهن پرستان با شرفها، فرانسه بره ایران رو بزنه مثل لیبی، مثل مصر، امریکا بره ایران رو بزنه مثل عراق، این دردآوره. نکنید این کارو. آقای رضا پهلوی متلبس بیگانه است. چرا؟ اولا ایشون هیچ آمادگی برای هیچ کاری نداره، برای هیچ کاری. ولی چرا متاسفانه شده واسطه مظلمه؟ نباید اینطور باشه. ما یک قانون سالم میخوام، یه حکومت سالم. از من دعوت شده آقای مهندس سهراب چمنارا، این برنامه رو ساپورت کردن،
همکاری همراهیشون رو با جلوی رهایی برای یک آدم بی‌طرف بی‌نظر بی‌غرض و آگاه به این قضیه و پاک باخته این کار همراهی میکنه برای قانون اساسی. اما پرسش آقای سرمی من برد به جایی که همیهنان گرامی حرفای من برای بعضی ها دردآلوده، هم برای میهن پرستان هم برای حالا خواهان خانواده پهلوی. من نباید اون را میرفتم. رهبر آن است که راه نشان بدهد. وقتی شون سوگند پاسای خودی که شون بگه رهبر نیست که، البته ده ها بار آمده قسم شده بالا پایین کرده، ده بار من بلشا یه بار این کار کرد، گرفتن تصدیش کردن به زرگنده به سفارت روس، 500 نفر تو باید سنجم شد، گفتم برو که کاره شمشیرکش هم بود. میدانید که من بلشا پاسش کجایی بود؟ گفت پدران من با شمشیر این مملکت را گرفتند، من با شمشیر نگاه میدارم. اما آقای رضا پهلوی پسوان شجاع نیست. ایشون رو دعوت کنید. آقای سربی یه تلویزیون بی‌طرف، شما که میدونم خب فاصله با خانواده پهلوی دارید، طرفدار اینها نیستید، اینو من میدونم. اما در همون بلندگوهای طرفدار خانواده پهلوی که ارگان رسمی خانواده پهلوی هستن دعوت کنید با 33 مشاور ایشون، خود ایشون هم بیاد، بنده هم میام، هیچ کسی با من نیاد. من تمام خطاهای میهنی ایشون رو به آقای همیهنان گرامی میرسونم. اگر رهبری میگی، اگر پادشاهی خیانت بکنه، خطا بکنه، آیا ملت باید نوره بهش بده؟ رهبر سیاسی کافی یک اشتباه بکنه به حساب خیانت گذاشته میشه. محمد رضا شاه خیلی هم میگن میهن دوسته، وقتی ایشون از کشور میری بیرون چرا وزراش زندانی میکنه و سگشو میبره؟ در کتابی که طرفدار خانواده پهلوی از آقای دکتر مهراد پهلوی زرتشت‌شناسی زرتشتی بپرسید، داماد خانواده پهلوی وزیر فرهنگ، که آیا این نویسنده میشناسید یا نه، ببینید چی میگه. میگه بله از دوستان وفادار ما هستن، کتابش هم منتهیده. ایشون تمام سگای محمد رضا شاه رو تو اون کتاب مینویسه که سوزن بهش میزده، حتی یه سگ سیاهش سر تخت محمد رضا شاه بعد وقت میخوابیده پادشاه اسلام پناه ما. خب این در داور نیست، وزارش میکنه زمانیه و جمعه رو میگه که برای من قابل بخشش هرگز نیست، صد بار ادامم کنن. اگر پهلوی رو ببرن تو ایران و من ایران باشم و من ادام بشم، صد بار گردن رو بزنه زیر بار نمیدم به عنوان یک انسان آزاده آزادی خواه. محمد رضا شاه میگه اگر من برم ایران ایرانستان میشه. اگر دقت میکنی ایرانستان، من کاری به ایرانستان، من کاری به لغت ندارم، اما تو که میدونی ایران خراب میشه، چرا میری؟ چرا جسد پدرتو دو سال جلوتر میفرستی مصر؟ چرا این ملت بدبخت آگاه نمی کنی؟ چرا وزارت نمی کنی زندان میری؟ آقای نصر احمدی یه سوالی الان شما مطرح کردید که واقعا به خودم این سوال مطرح نکردم. من زلم دانش همو گفتم، آگاهی مو گفتم، درد میهنی مو گفتم. آقای سوالی شما سوال مطرح کردید، بفرمایید من بگوشم. اگر که متاسفانه وقتمون تموم شده، ولی بذارید اصلا تیتر برنامه امروز رو این باشه که اگر آقای شاه باور داشت که ایران با رفتن ایران با رفتن ایشون ایرانستان میشه، خب پس چرا رفت؟ همین سوال من همین دیگه. شما این نوار رو دارید؟ حتما من میدونم این نوار رو شما دارید، خود آرشیوتون بذارید ملت ببینید، گوش کنه. حتما این کار رو میکنیم. آخه این در داور نیست. من سوال دارم آقای سربی، وقت داره تمام میشه. من قرار بود از قانون اساسی شروع کنم، اول مفاسد قانون مشروطه رو و قانون جمهوری اسلامی رو بگم، بعد برم سراغ قانون اساسی پارلمانی که آقای مهندس سهراب چمنارا تمام خدمت بالا زدن در بی‌طرفی برای خوشبختی ملت. حالا چند سال دیگه شروع می‌کنن، چند سال من نمی‌دونم، عمر دست ما نیست، هر موقع پیش آمد مرگ دیگه، ما نمی‌دونیم. به ما یه رسالت نهانی کاریشون ایشون خوب خودش اعلام کرد. اولا تشکر کردن از شما و برنامه‌گذاران کار جدم، تشکر دارن از شما به خاطر جریان پیج، یعنی اینو خواهش می‌کنم خودتون توضیح بدید، من کار تکنیکیش رو بلد نیستم. شما فیسبوک رو تبدیل کردید، همراهی کردید، کمک کردید به پیج، خودتون به من گفتید ولی من درست یاد نگرفتم، اینو خواهش می‌کنم توضیح بدید که گنجایش پیج بیش از میلیونه و از این ساعت ما راحتیم، مشکل نداریم، چون در از این دو سه ماه بالای 5000 تا شد و فیسبوک ما دیگه پاسخگو نبود. خوشبختانه پیج دیروز داده شد و خیلی زحمت در این راه کشیده شد این چند روزه، البته به راهنمایی شما. از شما بسیار بسیار تشکر می‌کنم. آقای مهندس کمال‌آرا هم تشکر کردن. خواهش
خواهش میکنم. اما من آمده بودم برای قانون اساسی پارلمانی اول مفاسد دیگه من سوال نمیکنم از بختاور رو بگم بعد برم سراغ قانون اساسی پارلمانی که کار به سیاست کشید. اما من به گوشم اگر پرسشی هست مختصر جواب بدم تا هفته آینده. نه من دفعه دیگه سلام میکنم سوال نکنم. دوستان با من تماس نگیرید، با خود آقای نصر احمدی مستقیما تماس بگیرید. شماره تلفن ایشون از اول برنامه هم نشون داده شد، 818-201-5779. وبسایت ایشون رایستانی. و اما درباره فیسبوک، من در قسمت اول در برنامه خودم توضیح دادم، دوستانی که کمک میکنن و داوطلبانه با آقای نصر احمدی همکاری میکنن لطف کردن صفحه فیسبوک رو. میدونید فیسبوک اول با پروفایل شروع شد، بعد دیدن که افرادی که پابلیک هستن 5000 تا کم، صفحاتی رو به عنوان پیج درست کرد یا فن پیج، و این دوستان فن پیج رو درست کردن. من توی برنامه نشون دادم، عکس اون رو هم روی صفحه فیسبوک خود آقای نصر احمدی هست. منتظرم تا فیسبوک فن پیجشون با اسم نصر احمدی به فارسی و نصر احمدی به انگلیسی برای من فرستاده بشه. من هم دو سه بار در دو سه روز آینده این رو مجانا هدیه میکنم و روی فیسبوک تلویزیون مردم به اصطلاح پروموت میکنم. آقای نصر احمدی از شما ممنون و متشکرم، ولی یه بار دیگه این سوال به جای شما را اجازه بدید من تکرار کنم. دوستان اگر باور دارید آقای محمد رضا پهلوی وطن پرست بوده و دلش قلبش برای ایران میتپیده و باور داشته که با رفتنش ایران ایرانستان میشه، پس سوال اینه چرا رفت؟ من نمیدونستم ایشون دو سال قبل حتی جنازه پدرش رو که یک بار مثل که آوردن اونجا دوباره از اونجا فرستاده بود به مصر. و اینها همه سوالاتی هست که من و شما چون محقق نیستیم سرسری میگذنیم، ولی افرادی مثل آقای نصر احمدی میان اون نوشته ها رو برای ما بزرگ میکنن، ضمناً وسط نوشته ها رو هم که خالی گذاشته شده برای من و شما میگن که اینجا باید چی باشه. من به نوبه خودم آقای نصر احمدی از شما ممنونم. دوستان میدونن که ما سالهای قبل با هم اختلافاتی داشتیم، شما برنامه اجرا میکردی، منم میمدم تو برنامه خودم انتقاد میکردم، و خوشحالم که امروز هر دو در یک صفحه به قول آمریکایی‌ها هستیم. و امیدواریم که مردم هم اونایی که تا امروز میترسیدن وحشت داشتن بیان بیرون و با شما در تماس باشن، چه روی صفحه شخصیتون چه روی صفحه جدید فان پیج. مرسی که با ما بودید. سپاسگزارم از شما. یک دقیقه به من وقت بدید صدا می‌کنم که نمره تلفن رو آخر سر یک دقیقه اعلام بکنم. بفهم. اما من در سوی بی‌قرازی مطلبی رو عنوان می‌کنم برای سلامت جامعه. من هدفم فرد نیست. اگر شاهزاده رضا پهلوی رو دست بیعت بهش دادم به ایشان آمد و بعد من دست بیعت بهشون دادم، من نرفتم سراغ ایشون، ایشان آمد. همینان گرامی یادتون باشه این مسئله رو ضبط بکنید داشته باشید. من تصورم بر این بود که ایشان وسیله خوبی برای راه حل مشکل ایران هست. یه نیمه سلامتی، نیمه رفاهیتی، نیمه دموکراسی به ایران برخواهد گشت. به این جهت من پذیرفتم و با جان و دل 10 سال تمام بودم. اما بعد دیدم خب زیگزاگ میزنه، سر پیدا میکنه، مرتبط با جمهوری اسلامی. گفتم خدافظ مرمت زیاد، من نیستم. من هم هدف میهنیم خراب میشه، هم شخصیتم آلوده میشه و هم دانشم به زیر سوال میره. بهتر که من اصلا عرفتر هم نمیخوندم، اما اون درد باعث شد من فاصله گرفتم و اگر بلندگو هم میداشتم تا به حال تکلیف اپوزان یا اپوزیسیون روشن بود. جناب آقای صحابی، با یه حکومت سالم میخوام در جهان امروز حکومت سالم پارلمانیه. من هر دو مطلب و هر دو نظر در قانون اساسی بیطرفانه آوردم به انتخاب مجلس مؤسسان. اگر پادشاهی پارلمانی شد، من به اون پادشاه حتما میگم اعلیحضرت. اگر هم جمهوری پارلمانی شد، من به اون رئیس جمهور حتما خواهم گفت جناب آقای رئیس جمهور. مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل ایتالیا، مثل اسرائیل. اگر پادشاهی پارلمانی شد، مثل هلند، مثل بلژیک، مثل اسپانیا، مثل دانمارک، من هم به اون شاه حتما خواهم گفت اعلیحضرت. من حرفی ندارم. تعهد من هم اینه که در اون دو هدف هیچ هدفی نداشته ندارم نخواهم داشت. من هدفم خدمت دویدن. اگر روز رئیس مجلس شدم با هر کی باشه با هم شریکم، میدونم با شهرداری میدونم کار میکنم. هر وقت هم پارلمان من نخواست میرم خونم میشینم کار شخصی میکنم.
کار وکالت میکنم، کار اگر بذارن معلم دانشگاه میکنم، من حرفی ندارم. مباهد چو ذری زیر اندر برش، چو شمشیر هندی نهی بر سرش. اما مطلبی که خواستم بگم نمره تلفن هست، اگر دوستان یاران همیهنان مطلبی دارن، پرسشی دارن، با شخص من تماس بگیرند. فیسبوک جوابگوی شخصی نیست، جوابگوی شخصی خود منم با نمره 818 که ایریا کد هست، حتما آقای صحبی بارها اعلام کردن، 201-57-79. آرزوی شادی برای همه همیهنان گرامی و خوشبختی آیندگان از امروز دارم و نسل آینده امیدوارم این شادمانی بخواد از خداوند بزرگ آفریننده هستی. من باور کن پذیرش آفریننده را قبول دارم، اما مطالبی که من خواستم در گفتار جناب آقای افشار عنوان بکنم وقت نماند تا گفتگوی آینده. آرزوی شادی برای همه همیهنان دارم و فردای بهتری دارم. ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. مرسی، سپاسگزارم از شما. به امید دیدم. خب دوستان عزیز، با آقای دکتر نصر احمدی بودیم و ایشون رو یا ویدیوهاشون رو یا برنامه‌هاشون رو میتونید هم در تلویزیون مردم در قسمت بایگانی صفحه یوتیوب، هم در فیسبوک، هم در گوگل و هم در برنامه‌های بازپخش ایشون رو دنبال کنید، باهاشون در تماس باشید و صحبت کنید. آقای سعیدی، خوشحالم که با آقای نصر احمدی صحبت کردید. حالا یه سوال برای شما مطرح شد و بیاین بگید که اگر شاه وطن پرست بود و میدونست که با رفتنش ایران ایرانستان میشه، پس چرا رفت؟ یا بهتر بگیم چرا در رفت؟ دوستان برنامه ها رو پی میگیریم، به دیگران هم تلویزیون مردم رو معرفی کنید. روز روزگار بر شما خوش.